أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. دو نکته مربوط به اون آیه قبل مونده است. اول اینکه این آیه یک ادب اجتماعی جامعی را تفهیم میکند، اختصاصی به سلام ندارد. البته وجوب جواب مخصوص به سلام هست، اما اصل حکم تأدیبی اختصاصی به سلام ندارد. هر گونه احترامی که به شما کردن باید معادل اون یا بهتر از اون را پاسخ بدید. در روایت هم به این معنای جامع تفسیر شده است. لذا در هنگام تسمیت اعتاص، یعنی اگر کسی عطسه کرده است، شایسته است دیگران که در کنار او نشستند بگویند یرحمکم الله، و شایسته است که او در جواب بگوید یغفر الله لکم و یرحمکم، که به احسن جواب بدهد نه به مثل. اگر به مثل جواب داد کافی است، ولی در روایت آمده است اگر کسی عطسه کرد دیگران به او بگویند یرحمکم الله، او بگوید یغفر الله لکم و یرحمکم. این یک ادب دینی است که هم دلها را به هم مرتبط می کند و هم نام خدا و یاد خدا را زنده می کند. نکته دوم آن است که از وجود مبارک امام مجتبی سلام الله علیه نقل شد که کنیزی یک دست گلی، حالا ریحانه یا گل دیگر، به حضرت اهدا کرد و وجود مبارک امام مجتبی سلام الله علیه او را آزاد کرد. سرش را که از اون حضرت سوال کردن، فرمود به این که خداوند به ما دستور داد اگر نسبت به شما احترام میکردن، شما به همون اندازه یا بهتر از اون اندازه پاسخ بدید. احسن از اهداء او و از کار او اتق او بود، لذا من احسن از کار او را انجام دادم. بعد این آیه مبارک را تلاوت فرمودن. معلوم می شود که این آیه اختصاصی به مسئله سلام ندارد. این دو نکته مربوط به آیه قبل. وجوبش را، چون روایات دارد که التحیتو نفلون و الجواب فرضون، در باره خصوص جواب، وگرنه سیره علما، سیره متشرعین این چنین نیست که اگر کسی هدیه نسبت به اینها کرد، بر اینها شرعن واجب باشد که مثل اون یا بهتر از اون را جواب بدهن. حالا اگر رسیدن که جواب میدهن، اگر نرسیدن هم که جواب نمیدهن. این فعل است. فعل دلیل بر وجوب نیست، فعل دلیل بر جواز یا رجحان است. نمیشود به فعل استدلال کرد برای وجوب مسئله. فعل زبان ندارد، جواز یا حد اکثر رجحان را میفهماند. ولی به سیره متدینین که مراجعه میکنیم میبینیم این چنین نیست. اگر کسی از مسافرت برگشت، یه زاد راهی، یک سوغاتی برای یک مسلمانی آورد، حالا بر او واجب باشد شرعن که مثل او یا بهتر از اون را جواب بدهد، این چنین نیست. و هاکذا در سایر تعارفات، در سایر تحیت ها. اما آیه مبارکه الله لا اله الا هو، چون در ذیل آیه قبل فرمود خدا حسابرس مطلق است، چون حسابرس مطلق است، زمینه برای ذکر یوم الحساب فراهم شده. یوم الحساب همون قیامت است که حساب هر کسی ظهور میکند. لذا فرمود الله لا اله الا هو لیجمعنکم الى یوم القیامه. مسئله توحید را با مسئله معاد یک جا ذکر فرمود و روز قیامت هم چون روز حساب رسیست،
معلوم میشه در دنیا یک شریعت و قانون و تکلیفی بود که در قیامت اعمال انسانها را برابر با اون قانونها میسنجن. پس هم مبدع در این آیه اشاره شد، هم معاد و هم ضمناً مسئله نبوت و رسالت. چون روز قیامت اگر روز حساب است، حساب برای آن است که اعمال مردم را با یک قانونی بسنجن، ببینن برابر اون قانون عمل کردن یا نکردن. اون قانون میشود وحی و شریعت و نبوت و رسالت. پس ذیل آیه قبل مسئله حسابرسی را مطرح فرمود که حسابرسی یک قانونی را در بر دارد. در خود این آیه هم به مبدا اشاره فرمود هم به معاد. مبدا است و معاد و نبوت و شریعت هم در این بسط اشاره شده است. چون اگر معاد برای حساب رسیست، پس در دنیا یک تکلیف و قانونی بوده. مطلب بعد آن است که در قرآن کریم راجب معاد تعبیرهای فراوانی است. سر این که در این آیه از صداقت خدا برهانی تشکیل دادن برای آن است که مسئله معاد همونطوری که با برهان عقلی قابل حل است، با برهان نقلی هم قابل حل است. بیان ذلک این است که ذات اقدس اله گاهی درباره معاد از امکانش خبر می دهد. اونها که استبعاد کردن یا محال دانستن، خدا هم فرمود نه این ممکن است. امکان را هم گاهی از راه قابلیت این اجزا برای برگشت مجدد اقام فرمایند، گاهی از راه تمامیت قدرت لایزال خدا استدلال فرمایند. پس اصل امکان را با این راه اثبات میکنند. گاهی هم میفرمایند نه تنها ممکن است، این محال نیست، بلکه واقع میشود، خبر از وقوع میدهد که معاد هست، نظیر آیات که در بحث دیروز اشاره شد. گاهی در مقطع سوم به امکان یا خبر از وقوع قناعت نمی شود، می فهمد این حتمی یا الوقوع است. این همان است که در اصطلاح های منطقی از او به عنوان ضرورت یاد می کنند. میگن الاربعتو زوجون به ضروره. این به ضرورهی که در منطق و فلسفه و کلام مطرح است، در تعبیرات دینی به عنوان لاریب فیه یاد میشود. اگر یک قضیه ضروریه باشد، میگن این محمول برای این موضوع ثابت است، لاریب فیه. این لاریب فیه تعبیر دیگری از به ضروره است. کلمه ضرورت و این اصطلاحات منطقی در قرآن به کار نرفت، اما مضمون و مفادش به کار رفت. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه، یعنی هیچ تردیدی نیست که این روز واقع می شود، یعنی به ضرور است. که اگر مسئله معاد را بخواهم به زبان منطق بیان کنم، می گوین ان ساعت آتیتون به ضروره. به صورتهای قرآنی تعبیر کنم، میگن این ساعت آتیتون لا ریب فیها. در قرآن عنوان لا ریب فیهاست، در اصطلاحات علمی عنوان به ضرورت است. این ساعت آتیتون جهت این قضیه امکان نیست که این ساعت آتیتون بالامکان، بلکه جهت این قضیه ضرورت است. این قضیه قضیه ضروریه است. این ساعت آتیتون به ضروره، حتما قیامت می آید. تعبیر دینی از این کلمه ضرورت به عنوان لا ریب فیه است. ان ساعت آتیتون لا ریب فیها، یعنی به ضروره واقع می شود. آیه محل بحث هم همین است. الله لا اله الا هو لیجمعنکم الی یوم القیامه لا ریب فیه، یعنی به ضروره. در این آیه گذشته از اینکه از ضرورت معاد یعنی امر قطعی است خبردار، با لام قسم هم این مسئله را تبیین فرمود که لیجمعنکم، یعنی والله یجمعنکم، هم با قسم هم با نون تأکید ثقیله. خب مهمتر از همه اون دلیل نقلی است که در ذیل آیه است که فرمود به من اصدق من الله قیلا. گاهی برای اثبات ضرورت معاد از حکمت خدا و عدل خدا استفاده می شود. خدایی که حکیم است عالم را که یا و نیافرید که،
خدایم که عادل هست عالم را که گزاف خلق نکرد. اگر معاذ الله معاد نباشد، ظالم و عادل، موحد و ملحد یکسانند. برای اینکه وقتی حسابی در کار نباشد و انسانها با مرگ نابود بشوند، نه خوبان پاداش بگیرند نه بدان کیفر ببینند، فرق بین موحد و ملحد نیست و این با عدل خدا سازگار نیست. به ذات اقدس اله استدلال مقرد می فرماید که افل نجعل الذین کالمجرمین سواء محیاهم و مماتهم ساء ما یحکمون. اینا مرگ و زندگیشون یکسان است، یعنی هر دو که مردن از بین می روند، دیگر خبری برای حساب رسینی. این یه حکم و داوری بدیست. افل نجعل المسلمین کالمجرمین ام نجعل المتقین کالفجار. آیا متقی با فاجر یکیست؟ مسلم با مجرم یکیست؟ اونها که نمیگوین ظالم و عادل در دنیا یکسانن، اونا میگن در دنیا بعضی بدن بعضی خوب. نکته مهم آن است که اونا که منکر معادن میگوین مسلم و مجرم، متقی و فاجر بعد از مرگ یکسانن. مثل یک درخت گلابی و یک درخت پرتیق جنگلی، اینا وقتی هیزم شدن و خوش شدن، کسی اون درخت گلابی را پاداش نمیدهد، نمیگوید اون وقتی که تو سبز بودی میوه میدادی، یا این درخت پرتیق جنگلی را کیفر نمی کند، نمیگوید اون وقتی که تو سبز بودی لباس میدریدی و بدن پاره میکردی. این هر دو نابود میشود. آیا انسان ها این چنینن؟ یعنی مسلم و مجرم این چنینن؟ متقی و فاجر این چنینن؟ این با حکمت خدا، با عقل خدا سازگار نیست. گاهی این چنین استدلال می فرماید، گاهی برهانی بر مسئله اقامه نمی کند، دلیل اقامه نمی کند، می گوید خدا که اصدق القائلین است خبر می دهد این صغرا و هر چرا که صادق و اصدق خبر داد یقینا واقع می شود این کبرا، پس قیامت واقع شدنیست. این نتیجه آیه محل بحث از این قبیل است که با دلیل نقلی مسئله معاد را ثابت می کند. اون آیاتی که در سوره زمر و مانند آن است با برهان عقلی مسئله معاد را ثابت می کند. گاهی حد وسط دلیل عقلی است و نتیجه میدهد ان الساعت آتیتون لا ریب فیها، یعنی به ضروره. گاهی حد وسط دلیل نقلی است، باز هم نتیجه میدهد ان الساعت آتیتون لا ریب فیها. گاهی میگویند چون جهان هدف دارد، خدا حکیم است و عادل، باید معادی باشد. گاهی بدون نقل اقامه برهان عقلی به صرف نقل استدلال می شود. معاد حق است. چرا؟ برای اینکه خدا فرمود. مسئله معاد را که لازم نیست انسان اول با برهان عقلی ثابت کند که. مسئله نبوت این چنین است. مسئله نبوت را نمی شود با خود نقل ثابت کرد. کسی بگوید من پیامبرم برای اینکه خدا فرمود، این باید با برهان عقلی ثابت بشود که خدایی هست. اگر ثابت شد خدایی هست و از راه اسماء الحسنا اوصاف الهی شناخته شد، اونگاه ممکن است به کمک اون دلیل عقلی نبوت اثبات بشود. اصل اثبات مبدأ با برهان عقلی است و مانند آن. ولی درباره معاد هم با برهان عقلی میتوان به مقصد رسید، هم با برهان نقلی. یعنی بعد از اثبات این که خدا حق است و بعد از اثبات وحی و نبوت و رسالت و کلام خدا که این کلام معصوم است و این کلام کلام خداست، انسان میتواند به صورت شکل اول منطقی برهان اقام کند که معاد را خدا خبر داد و هر چرا خدا خبر داد واقع میشود، پس معاد واقع میشود. آیه محل بحث از این قسم است. لذا فرمود و من اصدق من الله حدیثا. اگر خدا فرمود قیامت حق است، شما در چی تردید دارید؟ اگر دیگران صادقن یا احیانا عده از اونها صدیقن، خدا اصدق القائلین است. این مسئله و من اصدق من الله حدیثا و من اصدق من الله قیلا که دو جای قرآن ذکر شد و هر دو هم در همین سوره مبارکه نساست، هر دو درباره معاد است.
یکی همین آیه محل بحث که فرمود به من استقو من الله حدیثا، یکی هم باز در همین سوره مبارکه نساء آیه 122 فرمود به این که والذین آمنوا و عملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا وعد الله حقا و من استقو من الله قیلا. قیلا یعنی قولا، یعنی همون مصدر است. خب پس اگر خدا اصدق القائلین است و هیچ کذبی در او نیست، پس این خبر یقینی الوقوع است. خبر یقینی الوقوع است که انسان به صدق مخبر و به علم مخبر و به احاطه مخبر جذب داشته باشد. ما صدق خبری را از صدق مخبری استنتاج میکنیم. مخبر اگر موثق باشد، ما وثوقی به صدق خبر پیدا میکنیم. اگر معصوم باشد، ما قطع به صدق خبر پیدا میکنیم. در عادل این چنین نیست. عادل گرچه صدق مخبری دارد، ولی احراز صدق خبری او دشوار است. مثلا بیش از مزنه یا بالاتر وثوق هرگز قطع پیدا نمی کند، برای اینکه ممکن است این عادل مخبر و مخبر عادل اشتباه کرده باشد. ولی در باره کسی که منزه از خطا است و مبرای از نسیان است و ما کان رب و کنسی یا از اون طرف هم لای از بوان علم رب که مستار و ذره، پس او به کل شیء علیم است و علا کل شیء شهید است و به کل شیء محیط است و دروغ هم که نمیگوید. پس نه از راه اشتباه و نه از راه تعمد کذب هیچ راهی برای احتمال خلاف نیست. اگر چنین مخبری خبردار، ما یقین پیدا میکنیم به این که معاد حق است. پس گاهی از راه برهان نقلی، گاهی از راه برهان عقلی، و این زیر آیه حد وسط استدلال است، نظیر حدود وسطایی که در بعضی از آیات عقلی قرآن یاد شده است. پس الله لا اله الا هو لیجمعنکم الی یوم القیامت لا ریب فیه. چرا لا ریب فیه؟ برای اینکه به من اصدق من الله حدیثا، خدایی که اصدق القائلین است خبر داد این صغرا، و هر چرا که اصدق القائلین خبر داد یقینی الوقوع این کبرا، پس معاد یقینی الوقوع این نتیجه. بله این نفسی است، یعنی این شی فی نفسه ری بر نمی دارد. مثلا میگوین آتش فی نفسه گرم است. حالا اگر یک نابینایی ندید و به آتش افتاد، این تقصیر نابیناست. نمی شود گفت که اون که ندید یا تخدیر بود و یا نیروی لامسه نداشت، این آتش نسبت بود گرما ندارد، یا هاکذا آب و مانند دارد. بعضی ها که نپذیرفتن در حقیقت سمون بکمون هم لایعقلون، وگرنه این فی نفسه تردید پذیر نیست. مثل سایر مسائل عقلی، براهین عقلی یا براهین ریاضی که اظهار میکنند، این محمول فی نفسه مال این موضوع هست. حالا اگر جاهلی نپذیرفت یا درک نکرد، این به سوی درک خود او وابسته است. بله دیگر، وگرنه دیگران که گفتن نحنو فی ریب به ما تدعونا، اینه که به سراها بند بیا گفتن ما شک داریم. این همان است که یک کسی نشنود و نبیند. قرآن هم به صراط مطفهم فی ریبهم یترددو، اینا در محدوده بسته ریبشون تردید دارن، مردد. اونا هم گفتن که فی شک مما تدعوننا. این سخنان را انسان نابینا میگوید، ولی برهان عقلی میگوید این کلام فی نفسه لا ریبی فی هست. قول از اون جهت که به لفظ می آید میگن قول، به حدیث از اون جهت که تازه است میگوین حدیث. به این ذیل استدلال کردن معتزله که قرآن قدیم نیست. فخر رازی در جواب میگوید به این که اون چرا که ما میگویم قدیم هست، این الفاظ و حروف و کلمات را که نمیگویم، ما اون کلام نفسی را میگوییم، و اون چرا که قرآن خبر داد که حدیث است و تازه است، یعنی این الفاظ، این کلمات، این حروف، این اسباط را که خدا آفرید، این را که ما در حدوث او تردیدی نداریم. خب
نه برهان عقلی هم دلالت میکرد کاملا. برهان عقلی همون مسئله حکمت خدا را برهان عقلی اقامه میکند، به نقل تایید میکند. مسئله معاد جسمانی را به زحمت، ولی معاد روحانی را کاملا با عقل میتوان اثبات شد. ولی همه خصوصیات را با نقل باید بیان کرد، چون بعضی از قسمت ها جزئی است و جزئیات را عقل راه ندارد. خصوصیات به امر جزئی است، عقل راه ندارد. مثلا چند موقف در قیامت هست، بهش چقدر است، جهنم چی جور هست، خصوصیات اینها که امر جزئی است، اینها را باید از راه نقل اثبات کرد. اما اصل معاد را که ان الساعت آتیه لا ریب فیها، این را کاملا عقل اثبات میکند، چنین که نقل اثبات میکند. لذا قرآن در اون مواردی که به برهان عقلی تقریر میکند، میخواد تعلیم کند. اما این آیه سخن از تعلیم نیست، سخن از اعلام به وقوع است. ضمناً تعلیم هم هست، منتها تعلیم به اصدق القائلین بودن خدا، یعنی چون خدا را شما با برهان عقلی پذیرفتید که صادق است و اصدق القائلین است، و هرچه هم که اصدق القائلین فرمود لا ریب فیه است، پس معاد لا ریب فیه. نه، اون جزئیات بدن را ممکنه عقل راه نداشته باشد، البته بعضی خواستن اون را هم عقلی کنند، ولی اما الان بحث در اصل المعاد است، نه خصوصیات و جزئیات معاد. اصل المعاد را انسان هم با برهان عقلی میتواند اثبات کند، هم با برهان نقلی. و قرآن کریم هم گاهی با دلیل عقلی ذکر میکند، گاهی با دلیل نقلی. اون دلیل عقلیش مثل اون محیاهم و مماتهم سا ما یحکمون امثال ذالک، به برهان عدل و برهان حکمت یاد میکند. این آیه محل بحث با برهان نقلی مسئله را اثبات میکند، مهمه چون خدا اصدق القائلین است، وقتی خبر داد جا برای تردید نیست. اما دلیلی در این آیه برای ضرورت معاد ذکر می کند. اونجایی فهمد افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون، این برهان عقلی است. یعنی شما خیال کردید این عالم هدف ندارد، هر کس هر چه کرد آزاد است. یعنی انسان ها خلق می شوند، خاک می شوند، از خاک میان بالا و انسان می شوند، دوباره خاک می شوند و هیچ حساب و کتابی نیست، و این عالم به دارالقرار نمی رسد. این میشه عبث. این برهان عقلی است که خدا دارد از باب یعلمهم الکتاب و الحکمه تعلیم میدهد. اما آیه محل بحث برهان قامله میکند، فهمد که خدا که اصدق القائلین است، خبر داد، جا برای تردید نیست، شما که خدا را قبول دارید. مطلب دیگران است که در چند آیه قبل فرمود به این که من یشفع شفاعتا حسنه یکن له نصیب منها، و من یشفع شفاعتا سیئه یکن له نصیب منها. این اصل یک زمینه‌ای بود تا اینکه اون چه محل ابتلای مردم صدر اسلام در مدینه بود پاسخ بده. مسلمان ها در صدر اسلام درباره منافقین دو نظر داشتند، چون منافقین دو گروه بودند. عده‌ای از منافقین در مکه موندن و کارشکنی میکردن و همپیمان با مشرکین بودن و برای اونها و به سود اونها کار میکرد. عده‌ای هم آمده بودن، هجرت کردن در مدینه و به اون شدتی که منافقین مکه بودن شاید کار نمیکردن، ولی اون کارهای مرموزشون در تاریخ ثبت است، اونا که در مدینه بودن. درباره منافقینی که هجرت کردن آمدن مدینه، فعلا نظام اسلامی با اونها کاری نداشت، ولی درباره منافقینی که در مکه مونده بودن و با مشرکین هم دست و هم کاسه بودن، مسلمانهای مدینه دو تا نظر داشتن. عده‌ای میگفتن ما باید با اینها سازش کنیم، اینا را هدایت کنیم. عده‌ای میگفتن ما باید با اینها بجنگیم، برای اینکه اینا با مشرکین هم کاسه و هم فکر. در این زمینه قرآن کریم آیه نازل کرد. اولا اون اصل کلی را فرمود که اگر کسی در شفاعت حسنه کرد بهره خوب میبرد، و اگر شفاعت سیئه ای را مرتکب شد بهره بد میبرد. بعد از اون اصل کلی به مسلمین مدینه هشدار داد
فمود فما لکن فی المنافقین فئتین، چرا درباره منافقین دو دسته شدید؟ اولا بدانید بالله ارکسهم بما کسبوا، اینا رو خدا واژگون کرده، اینا الان زیر رو فکر میکنن، اینا به عکس فکر میکنن، اینا کسانی هستند که نکس رو علی رؤوسهم، در اثر سیئات اینها خدا اینها رو به حال خود اینها رها کرد. ارکسهم نظیر انکسهم، یعنی اینها رو وارونه کرد. اینکه اینها وارونه شدن سر به پایین است و پا به هوا در اثر سیئات اینهاست. بزرگان اهل معرفت یه مطلبی داشتن که همون مطلب را مرحوم صدر متعلهین تو تفسیرشون آوردن، در سوره مبارکه بقره ظاهرا ذکر کردن، و این است که انسان‌های دنیا دوست مثل درختن، درخت هرگز ترقی نمی کند، ولو خیلی هم قد بکشد، این فروعات درخت است که بالا می رود، وگرنه اصل درخت که سر او و ریشه او و دهن او و چشم اوست، او به گل فرو رفته، و اون چه که بالا آمده این سر درخت نیست، این دم درخته. فرمود اونها که سلط الله علیهم الماء و تین همین طورن، اونا که به گل فرو رفته اند، فروعات زندگیشون بالاست، نه اینکه خودشون واقعا ترقی کرده باشن. منافقین هم این چینند، ولو ارکسهم، یعنی سر اینها را به طرف پایین و پای اینها به طرف بالا بود، چشم اینها، فکر اینها، قلب اینها تو لجنه، این دم اینهاست که بالا آمده. خب چرا به این روز سیاه مبتلا شدن؟ به ما کسبو، رو سیئاتشونه. بعد اول راه مسئله کلامی را ذکر کرد، بعد حکم فقهی را بیان فرمود. حکم کلامی این است که شما به طمع خام نشسته اید، اتریدون ان تهدو من ازل الله، اینا کسانی هستند که سالیان متمادی در فسق روتبر شدند، با دیدن حجت خدا هدایت نشدند، و خدا اینها را به حال خود اینها رها کرد. وقتی به حال خود اینها رها شدند، در ضلالت و گمراهی فرو می روند. شما می خواهید کسی را که در اثر خذلان الهی در ضلالت فرو رفته است اون را هدایت کنی؟ یه صغرا و کبرا به شکل منطقی از همه این سطر اخیر آیه استنباط می شود، اتریدون ان تهدو من ازل الله و من یزل الله فلن تجد له سبیلا، یعنی منافقین کسانی هستند که ازل لهم الله، این صغرا، و من یزل الله فلن تجد له سبیلا، این کبرا، پس فلن تجدو لهدایت المنافقین سبیلا، این نتیجه. اتریدون ان تهدو من ازل الله و من یزل الله فلن تجد له سبیلا. خب این منطقی حرف زدن به صورت شکل اول سخن گفتن، منسجم حرف زدن، دلپذیر هم هست. حالا فرمود این حکم کلامی که مسئله ازلال و هدایت اینها در اثر سوء اختیار اینهاست و خدا اینها رو به حال خودشون رها کرده، وارونه شدن، سرشون باید به طرف آسمان و فضائل باشد، به طرف گل است و لجن و فروعاتشون بالاست، اینا هدایت پذیر نیست. برای که این همه مسائل را از نزدیک 13 سال در مکه دیدن، منافقان رفتار کردن. بعد از تأسیس حکومت اسلامی در مدینه این فشارهای تحمیلی مشرکین علیه مسلمین را دیدن، منافقان رفتار کردن. حالا بعد از گذشت 20 سال تقریبا، حالا میخواید اینا را هدایت کنی؟ این چنین نیست. این حکم کلامی. حکم فقهی را هم بعد در کنارش ذکرمون همود به این که همون طوری که با مشرکین می جنگید باید با این هم بجنگید. اولا زمینه رو هم باز آماده فرمود. فرمود اینا که اونجا هستن تنها مشکلشون نفاقشون نیست، مشکلشون تبلیغات سو هم هست. ودو لو تکفرون کما کفرو، اونا تلاش و کوشش میکنن که شما هم از دین برگردید و مرتد بشوید. پس اونها این چنین نیست که حالا گفتن ما فرصت هجرت پیدا نکردیم، اونجا هم که هستن امید و آرزوش اینه که شما مرتد بشید. ود و لو تکفرون کما کفرو، اونگاه مساوی اینها خواهید شد، اونا هم مساوی شما بشن، فتکونون سوا، شما هم مثل منافقین باشید، اونا هم مثل شما باشن، همتون کافر باشید.
پس فلا تتخذوا منهم اولیا حتی یهاجروا فی سبیل الله، مگر اینکه اینها توبه کنن، برگردن، هجرت کنن، از مکه به مدینه و فی سبیل الله حرکت کنن، نه جزء باند مشرکین باشن یک، نه اون نفاق داخلی رو حفظ بکنن دو، نه آرزومند باشن که شما هم مثل اونها مرتد و کافر بشوید سه، نه ترک هجرت را بر هجرت مقدم بدارن چهار، بلکه هجرت کنن، اونگاه مانند سایر مسلمین جزء اولیای شما به شمار می آین. اگر هجرت نکردن فان تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، همونطوری که با مشرکین می جنگید با اینها بجنگید، ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. الحمد لله.